حال شما شما خوبی شما آره خود شما شمایی که تا الان به کانال خودت نپیوستی شمایی که هنوز کانال خودت سابسکرایب نکردی با هم بریم پایین این ویدیو بریم پایین این ویدیو میخوام یه چیزی رو بهتون رفقا دوستای خوبه اینه هاش همینجاست میبینید دست راست با قرمز نوشته میبینید نشته سابسکرایب روش بزن همین الان روش بزن بیا با هم بزنیم بزنیم روش ببینی؟ شد سابسکرایب ده. خوش اومدی به کانال خودت فرست هرس کانال خودته خوش اومدی الان جزء فرست ها شدی ببین یه زنگوله اومد بغلش یه بریم اون زنگوله فعال بکنیم که ویدیویی رو دیگه از دست ندیم بزن رو زنگوله ست گزینه اومد میبینی اولیه نوشته آل میبینی روش بزن اه زنگوله هم فعال شد دیگه ویدیویی رو از دست نمیدی حالا با هم بریم ویدیو رو تماشا بکنیم بفرمایید بفرمایید خب ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو از روی معتبرترین اپ فارشوله و بروزترین آپدیت سال 2021 خب توی این مجموعه یا پلیلیست میخوام همه سوالات انیمیشنی رو از اولین بخش یعنی گوندشتوف تا آخرین بخش سوزاتشتوف کلاس B تو یک مجموعه یا پلیلیست جمع وری بکنم تو هر قسمت یا ویدیو 15 تا سوال از سری سوالات انیمیشنی رو بررسی خواهیم کرد این سوالات بسیار مهم هستند سوالات انیمیشنی سوالات بسیار مهمی هستند که شما میتونید به قبل از امتحان یه مرور سریع و دوباره با وجود این پلی لیست بر روی سوالات انیمیشنی داشته باشید تا برای این امتحان آماده آماده باشید به امید موفقیت شما عزیزانم در این امتحان سوال 19 ببینید تو امتحان گفتیم سوالات انیمیشنی میگیرید که هر سوال رو پنج بار میبینید زیرش هم نوشته زیر کنید دست ویدیو اینسکزام 5 مال آنزی میگه شما میتونید این ویدیو رو اینسکزام در مجموع پنج بار 5 مال آنزی تماشا بگیرید پس گفتیم این سوالات رو حداقل سه بارش رو نگاه بکنید ولی من پیشنهاد میکنم هر پنج بار نگاه کنید حالا حداقل سه بار حتما نگاه بکنید اول گفتم آینه ها داخل آینه ها رو نگاه کنید بعد داخل گوشه های خیابون نگاه بکنید تابلوها رو ببینید بعد همه اینا رو با هم نگاه بکنید تا بتونید به اصطلاح دقیقاً افکاوه یا سوال رو متوجه بشید اون بالا هم نوشته بیت استارت فیلم اومزیش میت دی سیتواسیون فتراو ماخن میگه که لطفا شتارت که شروع بکنید دن فیلم این فیلم رو اون به خاطر اینکه مید زیتاسیا این موقعیت رو فتقاوت تو ماخن بتونید که به سلا برید موقعیت رو ببینید خب ویدیو رو ما روش کلیک میکنیم خب همینجوری که با باوشتله هست اینجا خب باوشتله که باشه باید با سرعت سی کیلومتر در ساعت حرکت کنیم دوستان خوبم ببینید با سرعت 30 کیلومتر برای امتحان عملیتون هم به این به درد میخوره خب دوباره اینجا تو امتحان به همین صورته میگه که ویدیو شتارتن یعنی ویدیو رو دوباره پخش بکنه این زیرم وینی نوشته زیکونن زیش دین فیلم نو فی مال انزیه هنوز میتونید چهار بار دیگه فیلم رو ببینید و پایینش نوشته تو و میگه یعنی برید به سوال خب ما گفتیم که حداقل سه بارش رو نگاه کنید بس روی تو امتحان هم دوباره روی ویدیو شتارتن کلیک بکنید خب گفتیم در نگاه اول با آشتل هست باید تو امتحان اولی یادتون باشه سی کلو در ساعت ببینیم به گوشه های خیابون هم ببینید خیابون تنگ شده و دارید به یه چاره نزدیک میشید که مثلا چراغ داره چراغش هم الان سبز یعنی برای شما چراغ سبزه و شما میتونید رد بشید برید ولی همینجوری که میبینید این دو چرخ سواره به جای اینکه مثلا این آبرون پیاده وایسته چون چراغ این پیاده اینجا الان قرمزه و چراغ دو چرخ سوار هم قرمز و دو چرخ سواره هم اینجا وایسته که شما رد بشید بعدن چراغ شما قرمز میشه چراغ اونا سبز میشه که میتونن عبور بکنن ولی دو چرخ سواره همون که میبینید داره میاد تو خیابون که رد بشه ویدیو رو دوباره شتارتن بکنید گفتم یا اینکه برید توی سوال خب من احساس میکنم که الان کافیه دیگه موقعیت رو مشخص داریم حالا بریم برای سوال سور خب دیگه ویدیو رو نمیتونید ببینید میبینید تو امتحانم به همین صورته و فقط این موقعیت رو دارید و سوال رو نوشته وی این دیز از میگه چه رفتاری شما میکنید در این زیتواتسیون یعنی موقعیت میگه گزینه بشلوی نگه بشلوی نگه یعنی من اه اه گاز میدم یعنی چی؟ یعنی من شتاب میدم به ماشین من شتاب میدم که رد بشم برم خب نه دیگه غلطه گفتیم این دو چرخ سواره داره میاد که رد بشه بس درسته که حق به حق نداره که بیاد چراوش قرمزه ولی با این حال مثل یه گاو داره میاد دیگه خب اگه شما گاز پاتونو بذارید رو گاز بخواید رد بشه میزنید بهش دیگه بس گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه ای شوق عین گفا بغمزون دوش میگه ای شوق میکنم عین گفار بغمزون یه ترمز خطر دوش از طریقش خب آره دیگه گفتیم دیگه گفتیم این دو شخص سواره داره میاد که رد بشه واسه شما باید اینجا موقعیت بسیار خطرناکه و بس شما باید یه ترمز خطر انجام بدید اینو روش تیک میزنید ببینید توی امتحان عملی هم گفار بغمزونگ و به اصطلاح از شما امتحان میگیرن این خیلی مهمه خب گزینه سه میگه ایشوپ اون فاق وایت میگه ایشوپ من بوغ میزنم اون فاقه و میرونم وایت ادامه میدم خب نه دیگه گفتیم توی 90 درصد سوال ها اگر هوپ باشه غلط ما اینجوری رفتار نمیکنه. حالا اون اومده باید رد بشه دیگه ما دیگه مجبوریم که به صلاح اجازه بدیم که رد بشه بس ما بوغ نمیزنیم که بخوایم رد بشیم گزینه سه هم داره غلط میگه آف لزوم. خب همینجوری که داریم میبینی گزینه ب فقط درسته امتیاز این سوال هم چهار امتیازیه وایتا سوال 20 بیس. سوال 20 هم دوباره انیمیشنیه. مثل همون سوال قبلی فرمتش همونه نوشته بیت استارت نزید فیلم میگه این فیلم رو کلیک کن اومزیش مید سیتواسیون فتراوت تو ماخن تا بتونید موقعیت رو بفهمید بعد این زیرش هم نوشته زیکون داس ویدیو این سکزان فوم مال انزیه میگه این ویدیو رو میتونی پنج بار نگاه کنید حالا ویدیو استارت خب همونجوری گفته اول توی آینه ها رو قشنگ نگاه میکنید میبینید آینه ها رو نگاه میکنید بعد گوشه های خیابون رو نگاه میکنید دنبال تابلو آبر پیاده دو چرخ سوار و خب میبینید اینجا اینجا این ماشینا دارن میرن توی تانکشتله توی پمپ بنزین خب یه صفی شده که اومده توی مسیر عبور شما رو گرفته و شما همونجوری که تو ویدیو دیدید راهنمای دست چپ زدید که از اینا سبقت بگیرید بره و پشت این ونه میبینید یه بچه داره میدوه میاد توی خیابون میبینید و شما توی این موقعیت هستید دوباره ویدیو رو ببینیم ببینید همونجوری گفتن تو امتحانم به همین صورته ویدیو این دوباره میتونید ویدیو رو ببینید سو اوف گابن یعنی میرید توی سوال ها دیگه ویدیو رو نمیتونید ببینید پایینش هم نوشته زیکورن دنفین نوخ فی ما انزین چهار بار دیگه میتونید ویدیو رو ببینید خب پیشنهاد دادم دیگه گفتم تا میتونید بیشتر و بیشتر ویدیو رو تماشا بکنید ولی با دقت ویدیو شتارتن خب گفتم اول تو آینه ها بعد گوشه های خیابون دو چرخ سوار بچه آبر پیاده تابلو همه اینا رو با هم نگاه میکنید تا برسید به اینجا که گفتم ببینید راهنما چپ زده این بچه رو دیدید پشت ونه پرید بیرون ببینید داره میاد اینجا شما میخواید این موقعیت سواله حالا بریم برای سوال خب تو آفگابن <applause> شتلونگ سوال میگه وارم میشن زی هی لانگزام اون برمز برایت میگه وارم میشن زی چرا شما باید هی لانگزام اینجا آروم اون برمز برایت آماده ترمز فارن باشید بس میگه چرا باید اینجا ما سرعتمون رو کم بکنیم و آماده ترمز باشیم گفتیم به خاطر اون بچه میبینید پشت اون ون سفیده که دویده داره یعنی اینجا ما به خاطر این باید آروم بکنیم یعنی سرعتمون کم بکنیم و آماده ترمز باشیم خب ولی گزینه آ میگه وای دی فکی اون او وزیش لیش است خب میگه به خاطر اینکه موقعیت وسایل نقلیه اون او لیش است میگه که قابل دید نیستش خب درسته دیگه ببینید اینجا جلوتون صف شده به خاطر این ماشینه که میخوام برن توی تانکش دله شما نمیدونید اون جلو چه اتفاقی میفته حالا آیا یه ماشینی میاد تو خیابون نمیاد دید شما رو کور کرده دید شما رو کم کرده واسه گزینه آ داره اینو میگه که داره درست میگه گزینه ب میگه وای kind of زیش انکیند افت فاربان بفینده میگه وای به خاطر اینکه زیش انکینگ یه بچه افت در خیابون بفینده پیدا میشه آره دیگه گفتیم دیگه پشت این ونسفید یه بچه داره می دو میاد توی خیابون گزینه ب هم داره درست میگه گزینه س میگه وای در وایس ترانسپورت آنفد میگه وایل در وایس این سفیده ترانسپورت ترانسپورت سفیده آنفد حرکت میکنه میره خب داره غلط میگه دیگه ببینید این ترانسپورت پارک کرده اینجا دیگه این که حرکت نمیکنه بره خب گزینه سه هم غلطه اینجا فقط آوه درسته آف لوزون خب همینجوری که میبینی فقط آوه درسته امتیاز این سوال هم دوستان خوبه پنج امتیازی سوالای 5 امتیازی ملکه زمین بعد بشه سوال بعد وایت هم سوال 27 خب سوال 27 هم انیمیشنی گفتیم فرمت سوال انیمیشن همشون یکیه و پنج بار هم میتونید نگاه بکنید خب بریم ویدیو شتارتن خب همونجور که میبینی گفتیم اول آینه ها بعد گوشه های خیابون میبینی اتوبوس توی اسکا وایستاده این ما سمت چپ را نواز زدیم میخوایم از بغلش آروم بریم خب میبینید یه مسافر از جلو اتوبوس میخواد بیاد رد بشه بره خب اینجا یعنی تو نگاه اول متوجه ما نشدیم که آیا اتوبوس به صلاح چارچراغ کرد یا نه میبینید به خاطر همینه که باید یه چند بار ویدیو رو ببینید تا به صلاح متوجه موقعیت بشید خب حالا یه بار دیگه ما ویدیو رو میزنیم تماشا میکنیم ویدیو شتارتن خب همینجوری که میبینید اتوبوس چارچراغ نکرده همین فقط تو ایسکا وایستاده ترمز کرده چارچراغ هم نکرده میبینی و به این چیزا توجه بکنید آه مسافرم از جلو اتوبوس داره میاد خب این موقعیت سواله بریم برای به خود سوال خب دوستان خب الان اگر ما سو آف بزنیم یعنی برای سوال دیگه ویدیو رو نمیتونیم ببینیم اگر تو امتحان به هنوز شک داشتیم این زیر نوشته هنوز سه بار دیگه میتونید ویدیو رو ببینید اگر شک هی بزنید و نگاه بکنید و از فوری نزنید برید برای سوال چون دیگه سوال رو بزنید ویدیو رو دیگه نمیتونید ببینید خب بریم برای سوال سوال میگه موسین زی هی اون برمز باید فاقه میگه آیا شما باید اینجا آروم و آماده ترمز باشید خب بله دیگه گفتیم اینجا مسافر جلو اتوبوس میخواد رد بشه بیاد بره این وره خیابون خب اینجا یه لغت کلیدی که بگم چون دیدین دیگه مسافر داره عجل اتوبوس میاد و توی گزینه ها اگر یا دیدین گزینه درسته خب اینجا میگه یا دا پرزون دی نیشت اوستن دن بوس کومن دی فاربان او و کنتن میگه بله دی دا پرزون اونجا اشخاصی اونهایی که نیشت آس دن بوس کومن یعنی اونایی که خارج از بوس اومدن دی فاربان او و کنتن میگه این خیابون رو میخوان از عرض خیابون رد یعنی اون مسافرهایی که از اتوبوس همین یعنی الان خارج شدن مثل این مسافره میخوان از خیابون رد بشن برن اون ور بر خیابون درست داره میگه خب گزینه ب میگه یا دا دبوس زفورد آن فاغن میگه یا آره دا به خاطر اینکه اینجا اتوبوس زفورد بلافاس آن فاغن به خاطر اینکه به صلاح حرکت میکنه بره خب این داره غلط میگه دوستان خوبا ببینید اتوبوسه تازه اومده تو ایسکا زفورد میخواد به اصطلاح انفاقا میکنه حرکت کنه بره غلطه خب اینجا که گفتیم اگر دیدید درسته از اون ورش هم به اصطلاح زوفورد اومده زفورد گفتیم که هر جا باشه تو گزینه ها اون گزینه غلط هستش حالا درسته اینجا یا اومده ولی اونجا چون زفورد اومده زفورد این رو به باعث میشه که این گزینه غلط باشه واسه گزینه ب غلطه حواستون باشه خب گزینه 3 میگه یا فرگسته فوردن بوس دی فاربان و کورن میگه یا بله دا فرگسته به خاطر اینکه این مسافرها فوردن بوس از جلو اتوبوس دی فاربان این خیابون رو او و از ارز خیابون میخوان میتونن ردشون برن واسه گزینه سه هم داره درست میگه واسه اینجا آوسه فقط درسته باز میگم ببینید اینجا گفتیم لغتی کلیدی یا هستش ولی چون زفورت هم توی گزینه هست گفتیم اگر یا باشه درست 100 درصد ولی از اون قضیه هم گفتیم اگر زفورت باشه 100 درصد غلطه پس گزینه ب که اولش یا اومده خب شما فکر میکنید آها درسته بعد ادامهش هم نگاه بکنید میبینید زفورت هست پس نشون میده آها اینو غلطش کرده واسه گزینه ب غلط میشه به این لغات کلیدی دقت کنید یعنی باید لغات کلیدی رو هر لغتی که قبلا آموزش دادن توی گزینه‌ها بگردید دنبالش خب خب همینجوری که میبینید فقط اینجا آوته درسته امتیاز این سوال هم پنج امتیازی دوستان خب خب سوال 44 هم باز انیمیشنیه گفتیم که فرمت سوال انیمیشنی همیشه یکیه و پنج بار هم میتونید ویدیو رو تماشا بکنید خب ویدیو شتارت خب همجوری که گفتیم باید خیلی با دقت نگاه بکنید تابلوها گوشه های خیابون آبرین پیاده بچه ها همه اینا رو باید بهش توجه بکنید خب دیدید اینجا بچه ها توی خیابون بودن ونگویت منطقه مسکونی اون بچه پیرنگ زرده رو دیدید که دوید یهو از سمت راست میخواد بیاد بره سمت چپ پشت این جلوی این ماشین ون است که به سال الان دیده نمیشه خب دوباره ویدیو رو به سال یه بار دیگه میبینیم خب ویدیو شتارتن خب گفتیم که قشن آینه ها تابلو ها آبرین پیاده ببینید اینجا بچه ها داره خیابون رد میشه اینم ببین دوستش اینجا بچه زرده پیرن زرده یهو آها دیدین اینجا یهو دوید میخواد بره اون وره خیابون خب سور آف گاون شتلون برای سوال گفتیم اگر اینو بزنید دیگه ویدیو رو نمیتونید ببینید تو امتحان هم به همین صورته پس تا اونجایی که مطمئن نشدید اینو نزنید تا مثلا پنج بار میتونید نگاه بکنید حالا ممکنه تو یک بار متوجه بشین ممکنه روی چهار بار متوجه بشین یعنی چهارمی بار و تا اونجایی که میتونی نگاه بکنید تا مطمئن بشین بعد برید برای سوال خب برید برای سوال وقوم موسینزی زی هیه دیگشوین دیکای میگه وقوم چرا موسینزی زی شما باید هیه اینجا دیگشوین دیکای این سرعت و فقینگن. کمش بکنید خب گفتیم به اون بچه که دوید میخواد بیاد بره سمت چپ خیابون که الان ما نمیبینیم به اون ون است خب ویگن دز، کیندز به خاطر اون اه، اه، بچه خب درست داره میگه میگه به خاطر اون متقاض نه بعد آخرش هم میگه که اه، اه، وارگنز. وارگنز به خاطر گلند واگنز گلند واگنز همون به اون ماشین شاسی بلند میگن خب نه دیگه به خاطر اون بچه است فقط خب آفلوزون خب میبینی فقط آ درسته امتیاز این سوالا پنج امتیازی دوستان خوب سوال چهارم هم انیمیشنیه گفتیم که سوالاتی که انیمیشنی فرمت رو یکیه پنج بار میتونید نگاه بکنید خب بریم ویدیو شتارتن خب گفتیم اول آینه ها رو با دقت نگاه میکنیم گوشه های خیابون تابلو ها رو نگاه میکنیم آورین پیاده دو چرخ سوار موتور سوار همه اینا میبینید اتوبوس رفت تو اسکا میبینید چارچراخ کرد دیدید چارچراخ کرد رفته توی ایستگاه خب این موقعیت سوال هستش دیگه من نمیزنم برای ویدیو رو دوباره نگاه بکنم حالا اگه شما نیاز داشتی دوباره بزنید ویدیو رو نگاه کنید ولی موقعیت اینه که اتوبوس رفت تو ایستگاه چهار چراغ کرد این موقعیتیه که ما داریم حالا بریم برای سوال خب تو سوال میگه واس موسن به خب داشتیم اینو قبلا تو سوال قبلی وقتی که اتوبوس توی ایسکاش باشه چهار چراغم کرده باشه گفتیم چیه گفتیم شقید کشیم نکنه یعنی با سرعت قدم زدن یعنی سرعت 10 کیلومتر بر ساعت هم شما هم ماشینه که رو رو میان باید با سرعت شرید کشیم از بغل اتوبوس با احتیاط به اصطلاح حرکت کنن رد بشن بره اگر به اصطلاح این مسافرا تو خطر نباشن خب گزینه آ ایشدار ام میگه ایش نیست فور وای میگه من اجازه ندارم از کنار اتوبوس رد بشم برم خب غلط داره میگه گفتیم که شما میتونید فقط باید با سرعت شقید گشمینی کار سرعت 10 کیلومتر بر ساعت و گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه پرزون کنتن دی فاربان او میگه این اشخاص میتونن ممکنه دی خیابون رو او از ارز خیابون رد درست دیگه برای اینکه این دست چپیا اتوبوس رو ممکنه بدن بیان سریع خیابون رد بشن و به صلاح این احتمال وجود داره که به خاطر اینکه اتوبوس رو از دست ندن این اینجوری بخوان عمل بکن گزینه ب درست میگه گزینه سه میگه ایش دارم آمبوس میتشقید کشمینی کار فاقن گفتیم دیگه گفتیم بعد از کنار اتوبوس باید با شقید کشمینی کار رد بشیم گزینه سه هم درسته خب آف لزون همونجوری گفتیم اینجا به اوسه درسته امتیاز این سوال هم پنج امتیازی دوستان خوبه گفتیم سوالات پنج امتیازی باید ملکه ذهن بشه وایتا سوال پنج هم اینجا باز انیمیشنیه گفتیم که فرمت سوال انیمیشنی همه یکی پنج بارم میتونیم نگاه بکنیم ویدیو شتارتن خب همونجوری که گفتیم گوشه های خیابون آینه ها همه چی رو دقت میکنیم آها داریم به یه اتوبوس نزدیک میشیم اتوبوس رفت تو ایسکا آها میبینید چهار چراغ کرد دیدید اتوبوسه حالا از روبرو داریم یه سوال قبلی توی مسیر خودمون بود حالا توی این سوال از روبرو اومد از رو به رو اومد و چهار چراغم کرد خب حالا میگم من دیگه نیاز ندارم بار دوم سوال بخوایم نگاه کنیم اگه شما نیاز دارید بزنید خب بریم برای سوال سور آفگاون سوال میگه واس موسیزی این دیز از سیتواسیون میگه شما باید روی چی اینجا حساب بکنید روی چی و دو این موقعیت بهش توجه بکنید خب گزینه آ میگه ایشاو آف دی آف دی فاربان کنتن میگه ایشاوه من نگاه میکنم یعنی حواسمو جمع میکنم آف پرزونن روی اون اشخاصی که دی اونهایی که آف دی فاربان کنتن تونستن که بیان توی خیابون خب درست داریم میگه دیگه ما باید با حواسمون به این اشخاص باشه ای ممکنه که بیان توی خیابون به اینکه گفتیم میگه اوتوبوس رو از دست ندن خب گزینه داره درست میگه. گزینه ب میگه ایش امبوس نور می تشخید گشوین فور بایفام میگه ایشدار من امبوس از اتوبوس نور فقط می تشخید با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت یا سرعت قدم زده فور بایفام خب درست گفتیم دیگه گفتیم اگر اتوبوس ریسکا باشه چهار چراغ هم کرده باشه هم شما هم ماشینایی که از روبرو میان باید با سرعت شقید کشوندیکا یا سرعت قدم زدن از کنار اتوبوس سبقت بگیرن برن ب داره اینو میگه درست میگه گزینه سه میگه اشترف امبوس نیست فور میگه من اجازه ندارم از کنار رو توس رد بشم خب غلط دیگه اجازه دارید فقط باید شرید گشین یا سرعت قدم زدن سرعت 10 کیلومتر بر ساعت باشه و با احتیاط آف لوجون که میبینید و ب اینجا درسته امتیاز این سالم 5 امتیازی سوالات 5 امتیازی ملکه زن سال سوال 7 انیمیشنی گفتیم فرمت سوال یکیه و پنج بار هم میتونید نگاه بکنید خب ویدیو استارتن خب همینجور که میبینید یه دو سوار میرسید به یه چهار را چراغ هم سبز چهار راه میاین چهار را رد میکنید پشت این دو سوار میبین خط سفید میبینید خط سفید ممتده ببینید خط سفید ممتد نشون دهنده این اینه که شما اینجا اجازه ندارید سبقت بگیرید نکته این سوال این خط سفید ممتد وسط خیابونه خب حالا بریم برای یه سوال تو آفگابن شتلونگ خب میگه که وی می فهردن زیزیش این دیز از سیتواسیون میگه چجوری شما رفتار میکنید در این موقعیت خب نمیشه گزینه آ ایش او به حال فقط میگه من از این دو شخص سوال سیوات میگه گفتیم نه اینجا به خاطر اون خط سفید ممتد وسط خیابون این به این معناست که اینجا سیوات گرفتن ممنوعه یعنی, شی... یعنی شما اجازه ندارید حالا دو موتور سوار و ماشین بود شما اجازه ندارید که به ازش سرقت بره و گزینه آ که میگه من سرقت میگیرم داره غلط میگه گزینه ب میگه ایشو به دامید دقت فقط پلاتس ماخن میگه که ایشو به من بوغ میزنم به خاطر اینکه دقت فقط این دو چرخ سوار پلاتس ماخت برای من را واسه بکنه نه دیگه گفتیم توی 90 درصد سوالا بوق زدن به اگر بود یا هوپه اگر بود اون گزینه گزینه غلطی اینجا این گزینه گزینه غلطیه ما بوق نمیزنیم بخاطر اینکه دو سواره برای ما را باز کنه دو شخص سواره هم داره مسیر خودش میره و گزینه ب هم داره غلط میگه گزینه سه میگه ایش بلای و فقط میگه من پشت این دو شخص سوار میمونم درست داره میگه شما باید قدم برید تا این خط سفیده ممتد ب... تموم بشه بسلا. تیکه تیکه بشه بریده بریده بشه تا بتونید ازش سبقت برید یا دو چرخ سواره برها بر بره تو پیاده رو یا قول رو از جلوی شما جلوی شما بره کنار که شما بتونید راحت مسیرتون رو برید خب اوف لزون. خب همینجوری که می‌بینید فقط گزینه سه فقط اینجا درسته امتیاز این سوال هم 5 امتیازی ببینید چقدر سوالای 5 امتیازی این قسمت داره این قسمت قسمت هولن بسیار مهمه این سوالات رو باید ملکه ذهنتون کنید وایتا سوال هشتم انیمیشنی گفتیم فرمت سال یکی و پنج بارم میتونید نگاه کنید ویدیوش تا دا... خب بازم پشت سر این دو چرخ سواره اینجا سراهیه میبینید اینجا سراهیه که شما ببخشید چار راهه راه که شما اینجا حق تقدم نداشتید بعد اینجا میاد از بغل سبقت بگیر دیدید شما اومدید فرض کنید ماشین شما بودی اومدید از بغل این دو چرخ سواره سبقت اون جلو میبینید اون ماشین آبی از پارک در اومده میخواد به صلاح شروع به حرکت کنه حالا ما نمیدونیم میخواد به،, به, سمت مقابل بیاد یعنی به سمت ما بیاد یا میخواد اونوری بره به این خاطر این سبقت گرفتن اینجا اشتباه بود حالا بریم برای سوال خب تو سو آفگابن میگه وی فهاتن زیزیش میگه چجوری اینجا شما رفتار میکنیم میگه آ ایش فیوغ دن او هول دوش؟ میگه ایش من هدایت میکنم این او هول فوقان. این سبقت گرفتن رو سیگیش یعنی خیلی سریع دوش خیلی سری صحبت میگیرم یعنی اومدم اینجا سری پامو میذارم رو گاز از این دو شخص رو بخوام ثبت میگیرم خب همچین کاری بکنیم میره تق میزنید به اون ماشینیه بعد این یه نکته که داره غلط میگه نکته طلایی اینه که توی ها هر وقت لغت تیوگیگ گیگ به معنی با سرعت بود 100 درصد اون گزینه غلطه و گزینه آ 100 درصد غلط گزینه ب میگه اشفقه دین اوبه هل فرگانگ دوش میگه اشفقه من هدایت میکنم دین اوبه هل این سوغت رو فرزیشتیش دوش خیلی با احتیاط بسلا سوغتمون رو بران میگیرم هر جوری از با احتیاط خب داره غلط میگه دیگه شما اینجا باید رو بسلا ابقشن بکنید یعنی داشتیم سو سوالات قبلی باید بشکنید پس گزینه به هم داره غلط میگه گزینه سه میگه ایش بغشه میبینید آب ایش بغشه آب یعنی میشکنم دین او و هول یعنی چی یعنی پشت سر این دو چرخ داره درست میگه دیگه بعد توی این موقعی سرعتونو بشکنی برگردید سر جاتون گزینه سه داره درست میگه آف خب همینجوری که میبینید فقط گزینه سه درسته امتیاز این سوال 5 امتیازی سوال 13 باز انیمیشنی هم همون جوریه 5 بارم نگاه کنی. ویدیو شتارت. خب شما توی منطقه که حالا یه دو یه ماشینی یه تریلی اون جلو پارک کرده خب دو سوار هم میگیره سمت چپ که بخواد تریلی رد کنه میبینید بعد دیگکت هم فورد لستو می جلوی اون ترلیه یه پیچه میبینید بس موقعیت موقعیت بسیار خطرناک شما به هیچ عنوان نباید اینجا سبقت بگیرید حالا بریم برای سوال سو آفگابن سوال میگه وی فهاتین زیزیش ریشتیش میگه چجوری اینجا باید درست رفتار بکنیم میگه هیچ او به حال دنقات فقط من سقوط میگیرم از این دو چرخ سوا فور اقایش دز ایلکاویز. میگه فور اقایش قبل از رسیدن به اون الکاوی و قبل از به اون کامیونه ما از این دو چرخ سواره سقوط میگیرم نه دیگه غلطه گفتیم به خاطر اون پیچ که اون جلو هستش شما اگه دو شخص رو رد کنی میرسی به پیچ حالا معلوم نیست ماشین از روبرو بیاد نیاد به این بسیار خطرناکه گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه تویش این اکاوی میگه بین تریلیه و پیچه من از این دو شخص سواره سبقت میگیرم نه دیگه اگر این همچین کاری بکنیم واقعا کار به چجوری بخوایم بگیم کار بیکلگی بی کردیم. گردیم کار بسیار اشتباهی گزینه B هم صد در صد گزینه C میگه نخت کور بعد از پیچ درسته دیگه بعد از پیچ دیدمون عالیه میبینیم ماشین میاد نمیاد بعد فاصله مون هم اوکیه بعد از پیچ به راحتی میتونید از دو شخص سواره سواد این گزینه C فقط درسته آف لوزون همونجوری هم گفتیم فقط گزینه C درسته امتیاز سوال یازم، خب هم 4 امتیازیه سوال 11 هم انیمیشنی فرمتش یکی پنج بار میتونید نگاه کنید ویدیو استارت خب همونجوری گفتین گوشه های خیابون رو نگاه میکنید به همه چی توجه میکنید داخل آینه ها تابلوها فعلا که هیچ خبری نیست داره نزدیک میشه آها دیدین اینجا یه دونه دوچرخه سوار تو لاین که ماشینا در روبرو میان اون ماشینا میخواد از دو چرخ سواره سبقت بگیره این یعنی راهنماش زده میخواد سبقت بگیره این موقعیتی که ما داریم حالا بریم برای سوال سوال آفگابن میگه واقعا شتلن زیزیش این دیزا سیچون این میگه روی توی موقعیت خودتون رو باید رو چی تنظیم بکنید رو چی به حساب بکنید خب میگه دی اند... انتگیگن کومنده پی کی وی ویت یت و دی استراسن میته نشت اوبرفارر میگه دی انتگیگن کومنده پی کی وی ماشینه که روبرو داره میاد ویت حالا ابغم ترمز میکنه اون دیشتراس میت این خط وسط خیابون نیست او بفاقه. از خط وسط خیابون عبور نمیکنه یعنی چی گفتیم دیگه اون ماشینه میخواد از دو شخص سواره سبقت میگه راهنماش زده میگه که ما بعد رو این خودمون تنظیم میکنه آه اون ماشینه الان دیگه سبقت نمیگیره خب نه ما نباید رو این تنظیم میکنه اون ممکنه بیاد گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه در اندگیگن کومنده پیکاوی وید یتز او و هولن اون دیشتراس میت او میگه در این گیگه کومنده پیکا به اون ماشینی که ارو میاد وید حالا او به حول سوقت میگیره اون دیشت میته سو او وفا بدون اینکه اون خط وسط خیابون رو ازش او بور کنه کن. همچین چیزی نیم موجزه که نمی کنه اگر بخواد سوقت بگیره باید حتما بیاد از خط وسط او بور کنه بیاد تو لاین ما تا بتونه دو چخص سوار رو رد بکنه خب گزینه ب داره غلط میگه گزینه سه میگه آس شیقن اون دیشت میته او میگه آس شیق قیچی میکنه و میاد اون خط وسط رو او وفاق ازش عبور میکنه خب داره درست میگه ما بر روی این خودمون رو تنظیم بکنیم آف لزوم خب همونجوری گفتیم فقط گزینه سه درسته امتیاز این سوالا پنج امتیزی دوستان خوبن سوالات 5 امتیازی با هم ملکه زم بشه سوال 13 هم انیمیشنی فرمتش یکیه پنج بار هم میتونید نگاه کنید ویدیوش خب گوشه های خیابون تابلوها آینه ها داره همینجوری میره هیچ اتفاق خاصی نیفتاده فعلا خب میبینید یه دونه کامیون جلوتونه کامیونه دست چپ خواست بپیچه بعد اون ماشینه ببینید اون کار اشتباهی که اون ماشین قرمزه نباید همچی کاری میکنه این موقعیت خطرناکه خب حالا این موقعیتی داریم ما حالا بریم ببینیم سوال چی میگه سور خب سوال میگه ویزوتن زیزیش فهاده میگه چه جوری اینجا باید رفتار خب ببینید شما نباید مثل اون ماشین قرمز عمل کنید باید صبر بکنید اون کامیونه بره تا اونجا که میتونید مسیر تو خالی باشه بعد ادامه مسیر بدی خب گزینه آ میگه فاق فرزشتیش غیس ام ارکاوی فوربا میگه من خیلی با احتیاط سمت راست کامیونو میگیرم و ازش رد یعنی مثل ماشین قرمز عمل بکنید نه دیگه غلطه گفتیم این موقعیت نباید این کارو بکنید گزینه ب میگه ایش وکسل یس افدن دن میتلرن فاشت من تغییر میدم یس حالا اف توی اون به خط وسط خیابون که بخوام اون کامیونه رو ازش سبقت بگیرم خب ما هم کاری نمی کنیم دیگه گزینه ب هم داره غلط میگه ایشالت حالت آن میگه من صبر میکنم صبر میکنم متوقف میشم تا این کامیونه تکلیفش مشخص بشه بعد ادامه مسیر بدم خب داره درست میگه گزینه سه درست اوف لزوم همونجا گفتیم فقط گزینه سه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی سوال 29 انیمیشنی گفتیم فرمت سوال یکیه پنج بارم میتونید نگاه کنید ویدیوش خب گفتیم به آینه ها گوشه های خیابون علائم همه چی باید دقت بکنید خب میبینید شما میخواید سمت چپ بپیچینید راهنما زدید یه شتاسن بان به اینجا هستش و وقتی هم سمت چپ میپیچید ماشین ون سفیده هم میخواد به صلاح سمت چپ بپیچه خب اینجا ون سفیده حق تقدم داره بخاطر اینکه هیچ تابلوی نیست و باید اجازه بده اول ونسفیده بره بعد شما برید و اون جلو هم میبینید یه آبر پیاده هست باز اونجا باید به آبر پیاده اجازه بده رد بشه درست اونجا به حق تقدم نداره ولی خب وسط خیابون دیگه خطرناکه و به اجازه رد بشه بهتر این کارو بکنید و در نظر داشته باشید که مسیری هم که روش وایس دادید میخواد به ون حق تقدم بدید شتراسن بان بود میدونید خب حالا بریم سو سوال چی میگه و هاب موسیقی زیه یه وارت میگه به خاطر این بعد اینجا وای سید به خاطر اینکه اون ون سفیده میخواد سمت چپ بپیشه گفتیم تقدم با اونه خب گفتیم ویگندز دیز ترانسپورتز به خاطر اون ون سفیده خب درسته گفتیم دیگه اینجا حق تقدم با این ون سفیده است بعد وای سید که این رد بشه بعد ویگندز فوسکینگز به خاطر اون آبر پیاده گفتیم دیگه اون آبر پیاده درست حق تقدم نداره ولی وسط خیابونه و خطرناکه باید ازو بدید که رد بشه بره غاد فقط غاد هم که اینجا وجود نداره دیگه بس این اصلا رفتی به موضوع پیدا نکنه بس به خاطر این دو تاست وایت هم, هم گفتیم آبه درسته امتیاز این سوال پنج امتیازی دوستان خوبم. هم سوالت پنج امتیازی و ملکه زه میشه وایتم سوال سی هم انیمیشنیه خب ویدیو شتارت خب همونجور گفتیم باید به آینه ها گوشه های خیابون علائم ران هم راه همه چی توجه بکنید میبینید خیابونه یکم تنگ <tank> شده بخاطر اینکه ماشینا اینجا دو طرف پارک کردن و علائم راهنمای رانندگی هم ممکنه خوب دیده نشه بخاطر این ماشینه که اینجا پارک کردن اینجوریه که میبینید این ماشینه جلو شما ماشین آبی دور زد و میخواد دند عقب بگیره دند عقب بگیره این موقعیتی که ما داریم حالا بریم برای سوال سو آفگابن میگه وی میگه چجوری حالا اینجا رفتار میکنید؟ گزینه آ میگه فتسورگن اون برمس برای زاین یعنی چی به تاخیر میندازیم اون برنس بغیت زنیم و آماده ترمز خواهیم بود خب درسته دیگه اون ماشین آبی گفتیم دور زد میخواد حالا در نقب بگیره بیاد به اصطلاح تو این خیابون بره خب ما هم تا اونجا که میتونیم احتیاط رعایت می‌کنیم بس ترمز می‌کنیم. یعنی آماده ترمز خواهیم بود و مسیرمون که حق تقدم با ما رو به تاخیر میندازیم درست داریم گزینه ب میگه گلایش مسیک وایت هم یعنی با همون سرعتی که داریم میریم ادامه مسیر میدیم خب غلطه دیگه گفتیم دیگه گلایش مثل همون اون فعندت وای تفاقه میمونه گفتیم هر موقع تو گزینه ها باشه غلطه گزینه به غلط گزینه سه میگه ناخ لینکس وایشه میگه سمت چپ میگیریم و بخوایم از اون ماشین آویه رد بشیم بریم دیگه نه دیگه ببینید سمت چپ بگیریم میخوایم از اون رد بشیم خب این باعث اینجا خطر میشه ما هیچ کاری نمی کنیم آف لوزینگ همونجا گفتیم فقط گزینه آ درسته امتیاز این سوالا پنج دوستای خوبم سوالات پنج امتیزی و زی. سوال چهل هم انیمیشنیه گفتیم فرمت سوال های انیمیشنی همه یکیه پنج بار میتونید نگاه کنید ویدیو شتارتن خب گفتیم توی آینه ها کناره های خیابون تابلو ها همه اینا رو باید حواستون باشه ببینید کامیونه جلو ما میخواد سمت راست بپیشونه ما خطمون عوض کردیم کامیونه میبینید طولش زیاده این پشتش به صلاح منحرف میشه میاد توی این لاینی که ما اومدیم از بغلش میخوایم رد بشیم توی سوالای قبلی خیلی اینو داشتیم خب حالا بریم ببینیم سوال چی میگه سوال آف استلون ومید موسن زی رشنه بعد روی چی حساب کن گفتیم دیگه این پشتش به خاطر طول درازش منحرف میشه میاد توی لاین به اصطلاح چپی همین لاینی که ما خط اون واسه اومدیم توش خب دست در اکاوی این کامیونه تریلیه جلوی من پلوتلیش دیم بلایب ناگه به صلاح سر جاش میمونه خب درسته دیگه این ممکنه اتفاق بگه ممکنه اونجا که میخواد به یه آوری یه دوچرخه یه چیزی داره رد میشه و مجبور باشه اونجا به صلاح سر جاش متفقف بشه ناگه no, خب گزینه ب میگه این قشت این فشت بلایب سمت راست خیابون میمونه خب غلطه دیگه گفتیم دیگه بخاطر اینکه طولش پشتش منحرف میشه میاد توی این لاین چپیه خب گزینه سه میگه وایت اوت شوینگ همین منحرف شد همین گفتیم پشتش به اصطلاح منحرف میشه میاد توی لاین چپین بهش میگم اوت خوب. خب گزینه سه هم درسته اوف لوزون همونجا گفتیم اوت سه درسته امتیاز این سوالا 5 امتیازی دوستان خوبم سوالات 5 امتیازی باید ملکه زمین میشه خب سوال 41 هم انیمیشنی ویدیو شتار خب گفتیم توی آینه ها گوشه های خیابون تابلوها ببینید تو آینه سمت راستی آینه کوچیکه ببینید یه دو چرخ سوار داره میاد میبینید آ آ الان رد شد درسته ما پشت چراغ بودیم چراغ قرمز بود الان سبز شد موقعی که سبز بشه برای آبرین پیاده هم سبز میشه یعنی آبرین پیاده هم میتونه رد بشن که حق تقدم دارن باید بهشون حق تقدم بدیم که رد بشن این دو چرخ سواره هم بغل ما اومد رد شد دیدید الان توی تصویر نمیبینیم ولی اونجا توی ویدیو دو چرخ سواره بود حالا بریم برای سوال سوال so, آفگابن وقاف موسین زی یت آختم میگه بعد روی چی حالا به سلا توجه بکنی خب گزینه آ میگه آفتن فقاوس روی اون ماشین جلویه خب درست داره میگه دیگه ماشین جلویه باید ما بهش توجه بکنیم دیگه خب گزینه آ درست گزینه ب میگه آفت از فقط بعد به اون دو چرخ سواره توجه بکنیم درست دیگه دو سواره گفتیم اون بغل ما رد شد موقعی که ما می‌خوایم سمت راست بپیچیم این دو چرخ سواره میخواد مستقیم بره حق تقدم داره بعد اجازه بدیم که رد بشه و شول تبلیک بکنیم یادتون نره توی امتحان عملی باید حتما اینجا شول تبلیک بکنید یعنی چی یعنی باید قشنگ سرتون رو خم بکنید و سمت راستتون رو نگاه بکنید شول تبلیک رو تو سالهای قبلی داشتیم خب بعد به با اون دو چرخ سواره هم توجه بکنیم گزینه سه میگه آفتاس موتور به اون موتور سوار نه دیگه موتور سواره توی لاین چپیه بود و می‌خواست مستقیم برسه. اصلا به مسیر ما نداره واسه موتور سواره اینجا گزینه درست نیست آف لوزون همونجوری گفتیم آو به فقط درسته امتیاز این سوالم چهار امتیزی ای... خب این ویدیو هم تموم شد بال بود نه خوشتون اومد حالا که خوشتون اومده دوباره با هم بریم اون پایین کار داریم بریم پایین این این زیره می‌بینی بالای اونجایی که نوشته فرست هست انگوش اینجوری گرفته بالا زیرش 19 نوشته ببینی؟ بیا با هم روش بزنیم آخش جون گرفتم هر یه دونه لایکی که میکنید یه جون به من اضافه میشه مرسی که ای تونتون به من جون میدید مرسی که تونتون به کانال خودتون قدرت میدید لایکم یادتون نره همیشه اینجاست دیدین؟ لایک رو بکوبید اه, 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 اه سب کن سب کن سب کن شما خانم شما آقا هنوز سابسکرایب نکردی؟ اشکال نداره؟ دیر نشده؟ یه دوباره انجام بدیم اینها اینها گوشه سمت راست با قرمز نوشته نوشته سابسکرایب بیا روش با هم بزنیم بزنیم روش سابسکرایب خوش اومدید به فرستهرس به کانال خودتون خوش اومدید فرسرسی شدید دیگه یه زنگوله هم اومد بغلش بریم زنگوله رو فعال بکنیم تا هیچ ویدیویی رو دیگه از دست ندیم بزنیم رو زنگوله سه تا گزینه میده اولیش نوشته آل بزنیم روش زنگوله رو فعال کردیم دیگه هیچ ویدیویی رو از دست نمیدیم قربون همتتون. مرسی دست تک تکتون رو میبوسم تا ویدیوی دیگه شما رو به دست های خدا میسپارم خدا نگهدار تو ویدیوی بعدی 15 سوال دیگه ای از سری سوالات انیمیشنی رو بررسی خواهیم کرد